عزیزان گرام قدر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روز پر برکت داشته باشین. چندین برادر و خواهر پیام روان کردن که ما برای ادای نماز تهجد بیدار نمیشیم. ایشان فرمودن که ما برای ما خیلی گران است و هرچی میکنیم بیدار نمیشیم. ما چی کنیم؟ راه حل چی است؟ خب در جواب باید گفت که ما یک موضوع بسیار مهم و زیبایی را در مورد نماز تهجد چند قبل پیش کردم و برای شما عزیزان در مورد کلیپ صوتی روان کردم و امروز جواب از این در گفتار زیبای ابراهیم ادهم الله تعالی از او راضی باشه بر شما میگم. شخص به ابراهیم ادهم گفت من نمیتونم که نماز تهجد بخونم، لطفا داروی را برای ما پیدا کن. ابراهیم ادهم برش گفت در روز گناه نکن و الله در شب تو را بیدار میکنه و ای را بفهم که ایستادن در مقابل الله سبحانه وتعالی در شب از بزرگترین شرف و بزرگی ها است و انسان گناهکار مستحق چنین شرف نخواهد شد. سبحان الله، چی کلام زیبایی از ابراهیم ادهم. در روز گناه مکن و الله در شب تو را بیدار میکنه و ای را بدان که استادن در مقابل الله سبحانه وتعالی در شب از بزرگترین شرف و بزرگی ها هست و انسان گناهکار مستحق چنین شرفی نیست. شاید بعضی ها بگن که ابراهیم ادهم چرا این حرف زده؟ ما خود گناه نمیکنیم. بسیار گناه میکنیم. غیبت گناه کبیره هست. پشت مردم گپ زدن گناه کبیره هست. گمان بد کردن بالای کسی گناه کبیره هست. اگر مرد هستی به طرف دختر نامحرم، زن نامحرم مردم نگاه میکنی، گناه کبیره هست. در فیسبوک اگر در پروفایل عکس دخترای فیلمای هندی مندازی، عکس دخترای غیر محجبه و به حجاب مندازی، عکس دست و پای خودم مندازی، گناه کبیره هست. اگر در پروفایل فیسبوکت چیزهایی را نشر میکنی که در او رقص و پایکوبی و الهله و شور و شادی و ابزار شیطان است و ای به مردم ترویج میشه و به دیگران میرسه، ای گناه کبیره هست. اگر با مادر دعوا میکنی، ای گناه کبیره هست. اگر از خانه بدون اجازه پدر مادر خارج میشی، ای گناه کبیره هست. ای خواهر من، اگر تو بداخانیات و چرس و چلم آغشته هستی، ای گناه کبیره هست. هر چیزی که تو را به تهلکه مندازد، ای با نقص تو هست برادر خواهر من. اگر تو به تلویزیون نگاه میکنی، در اونجا یک آوازخان خبیث باید میخوانه و سر از لچ است، این گناه کبیره هست. و این گوشی که تو خداوند به تو داده که به او کلام های پاک زیبا رو بشنوی و تو کلام لا و لعب میشنوی، لا و الحدیث میشنوی، این گناه کبیره هست. درامه های مبتذله که تو نگاه میکنی، این سرانه هایی که تو دوست داری ببینی، این گناه کبیره هست. سریال های ایندی، سریال های خبیث ترکی که در اون مغالطه و معاشقه و معانقه و بغل کشی و عشق و عاشقی هست، دیدن اینا و ترویج اینا و قصه کردن اینا گناه کبیره هست. اگر تو راز یک نفره که به تو چیزی میگوید و او را تو نگاه کرده نمیتونی، حتی به یک نفر هم میگی، تو چه فکر میکنی؟ تو فکر میکنی تو گناه نکردی؟ عزیز من، شب تو گناه هست، روز تو گناه هست، خواب تو گناه هست، صبح تو گناه هست، فجر تو گناه هست. در گفتار بزرگا حکمت بسیار بزرگی نهفته هست. در روز گناه مکن، الله در شب تو را بیدار خواهد کرد. و بدان که استادن در مقابل الله سبحانه و تعالی در شب از بزرگترین شرف و بزرگی هاست و انسان گناهکار مستحق
چون این شرف این نخواهد شد. بله عزیزان من، انسان گناهکار مستحق چون این شرف نمیشد تا وقتی که او گناه را خرد نکند، تا وقتی که او توبه نصف نکند، از دل و جان خود دوباره به سوی الله بر نگردد. خداوند این توفیق شبخیز را هم به او نمیدهد. شما حرکت کنید که الله هم به شما هدایت بدهد. شما به سوی الله بشتابید تا الله شما را از انوار الهی خود مستفید بسازد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.